تو گرمای تابستون از قدیم تا الان شربت زعفرون جایگاه ویژه‌ای داره. الانم برای این مناسبت ها و روزهای محرم مناسب نذری دادنه. بریم با هم یه شربت زعفرون فوق‌العاده درست کنیم. احتیاج داریم به 3 پیمانه شکر. داخل قابلمه اصلیمون می‌ریزیمش و بهش 3 پیمانه آب هم اضافه می‌کنیم. بعد هم روی حرارت قرارش میدیم و بدون اینکه بهش قاشق بزنیم اجازه میدیم تا شکر حل بشه. تو این فاصله از گل محمدی و هل استفاده میکنم. دونه‌های هل رو میشکنم و داخل این توریای چای کیسه‌ای ها میریزم و همینجوری داخل شربتی که در حال جوشیدنه میندازم. دقت داشته باشین که برای پخت شربت نباید حرارت رو خیلی بالا بزنید، چون این کار باعث میشه که شربت شما شکرک بزنه. اگر تمام اصولش رو به خوبی رعایت بکنید، شربت شما 6 ماه تا 1 سال میتونه براتون سالم باقی بمونه. دیگه بهش دست نمیزنیم تا شکرش کاملا حل بشه. اگر میخواین یه شربت اعلی داشته باشین، باید از زعفرون اعلی هم استفاده کنین. در زمان سابیدن زعفرون لازم نیست از شکر و قند استفاده کنین. این کاملا اشتباهه و زمان دم آوردن زعفرونتون رو طولانی میکنه و یکی از نکاتش هم اینه که کاملا پودرش کنید تا رنگ خوشگلش رو بتونید ازش بگیرید. به اندازه لازم دمش کنید، چون در زمان طولانی عطرش رو از دست میده، ولی اگر این کارو کردین میتونین بقیه‌اش رو داخل فریزر نگهداری کنین. حالا من زعفرونم رو به مقدار 1 قاشق چای خوری دم میکنم. هل و گل محمدی رو از شربت خارج میکنم و با آب لیمو با فرچه به این صورت دور شربت رو از قابلمه پاک میکنم که مانع شکرک زدن شربت هم میشه. وقتی تقریبا شربت به قوام رسید، من زعفرون رو اضافه میکنم که عطرش رو هم از دست نده. و 1/4 پیمانه گلاب بهش اضافه میکنم. حدود 1 تا 1.5 قاشق آب لیمو برای اینکه شکرک نزنه. 1 ظرف رو به این صورت داخل یخچال قرار میدم و بعد شربتم رو داخلش میریزم. اگر کشتانی داشت و به قول معروف وقتی بین 2 انگشتمون گرفتیم نخ ایجاد شد، یعنی قوام شربتمون مناسبه. از تخم شربتی استفاده میکنم که بی نهایت مفید و پرخاصیته. با آب جوش تقریبا اون رو به عمل میارمش، چون باعث میشه که دونه های تخم شربتی داخل شربتمون معلق بمونن. بعد از این که تخم شربتی رو مخلوط کردیم، داخل یه میکسر یا خردکن میریزیمش و 2-3 تا پالس میزنیم. این هم راز دوم معلق بودن تخم شربتی داخل شربته. چون که نخ ایجاد نمیشه، من یک کوچوله دیگه اجازه میدم روی حرارت باقی بمونه. شربت زعفرون ما آماده است. با یخ تخم شربتی میتونید آمادش بکنید و میتونید به جای گلاب از عرق بیدمشک یا بهار نارنج هم استفاده بکنید. من طرز تهیه شربت آلبالو هم داخل کانالم دارم، لینکش رو آخر ویدیو میذارم، اون رو هم تماشا کنید. توی این فصل میتونه به دردتون بخوره. اگه این ویدیو برات مفید بود، لطفاً لایکش کن.